تو این درس قراره در مورد این کلمات باهاتون حرف بزنم قرار تلفظ صحیح این کلمات و لغات رو بهتون یاد بدم چون این کلمات برخلاف ظاهری که دارن تلفظشون کاملا جور دیگه و متفاوته اگه دوست دارین که تلفظ صحیح این لغات رو یاد بگیرین تو این درس همراه من باشین یک درس به شدت کاربردی خواهد بود مرسی سر وقت اولین کلمهمون که هستش archive archive میدونم قبلا چه جوری تلفظش میکردین من همونجوری جوری تلفظ میکردم تا وقتی که فهمیدم اونجوری نیست ما تو زبان فارسی هم داریم میگیم آرشیو آرشیو یا همون بایگانی به زبان فارسی دقیق ترش بایگانی اما تو زبان انگلیسی میشه آرکایو آرکایو مثل ویدیو آرکایو بایگانی ویدوها یا در واقع میتونم همون بایگانی ویدئوها فوتو آرکایو ایمیج آرکایو بایگانی تصاویر یا عکس ها متریال آرکایو متریال آرکایو بایگانی وسایل بایگانی وسایل اوکی این از این جمله دوم بریم ببینیم که تو جمله چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم جمله میگه که These old photographs These old photographs should go in the family archives میگه که بچه ها این عکس های قدیمی بهتره که وارد بایگانی خانوادگی بشه یا همون آلبوم عکس خانوادگی بشه اوکی؟ این از این جمله سوم که میگه Let's check the archive Let's Check the archive. بیا بایگانی رو چک کنیم. بیا آرشیو رو بررسی کنیم. چکش کنیم. جمله چهارم که میگه Take a look at the archive material. Take a look at the archive material. بچه اگه archive قبل یک اسمی بیاد اینجا اسممون material هستش که میشه ماده و یا جسم هم میتونم بگم نگاه کنید قبلش آرکایو اومده آرکایو بچه ها میتونه یک اجکتیو هم باشه یا یک صفت به معنی اینکه اون وسیله بایگانی شده ذخیره شده یک جا یک جا رفته آرشیف شده اینجا گفته که take a look at the archive material یعنی یک نگاهی به مواد یا اجسام بایگانی شده بنداز نگاهی به اجسام یا مواد بایگانی شده بنداز بچه قبل از اینکه بریم سر وقت ادامه درس این رو بهتون بگم که ساخت چنین ویدئوهای آموزشی از من زمان میبره پیدا کردن جملات و این کلمات ساخت همچین اسلایت هایی ادیت کردنشون و بقیه کارها تنها چیزی که در قبالش ازتون میخوام اینه که این ویدیو رو لایک کنین با دوستاتون به اشتراک بذارین و برام کامنت بذارین ممنون میشم اگه این کارها رو برام انجام بدین و اگه از قبل سابسکرایب نکردین حتما حتما عضو تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین بریم سر وقت ادامه درس architect architect یعنی معمار جمله اول میگه که فن 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 ها اسم یک فرد مذکر هستش یا یک پسر بچه یک آقا فن واز دی ارکیتکت اف دیس هاسپیتال فن واز دی ارکیتکت اف دیس هاسپیتال میگه که فن معمار این بیمارستان بوده فین معمار این بیمارستان بوده جمله دوم میه که After years of study Tim اینجا باز بچه ها Tim اسم یک فرد مذکر هستش Tim is now a fully fledged architect قبل از اینکه کلمه fully fledged رو بهتون یاد بدم بذارین این جمله رو براتون معنی کنم بعد از سالها مطالعه و یا میتونم بگم تحصیل تیم حالا یک معمار ای هستش معماری که دیگه کار خودش رو بلده دیگه ای شده تو کارش okay? fully fledged بچه بچا یعنی اینکه کاملا توی یک کاری متخصص شده میتونین از این adjective استفاده کنین پایین بهتون گفتم fully fledged completely developed or trained completely developed or trained همون میتونیم بگیم متخصص متخصص یک کاری شده از بس درس خونده و اون حرفه رو ادامه داده جمله اول در مورد fully fledged میتونم این رو بهتون بگم که what started as small business is now a fully fledged company what started as small business is now a fully fledged company میگه که اون کسب و کاری که به عنوان یک کار کوچیک شروع شده بود یک کسب و کار کوچیک شروع شده بود الان یک کسب و کار حرفه‌ایه تبدیل شده به یک کمپانی و یا کسب و کار حرفه‌ای این از این و بچه ها این نکته رو یادم رفت بهتون بگم اون یوکی که اونجا نوشته شده این رو نشون میده که fully fledged تو لحجه بریتانیایی زیاد کاربرد داره تو انگلیسی بریتانیایی اوکی؟ این رو هم دقت کنید جمله دوم میگه که it is becoming increasingly it is becoming increasingly possible to run a fully fledged business from home it is becoming increasingly possible to run a fully fledged business from home معنی جمله میشه این که داره خیلی راحت و آسون میشه داره اصلا ممکن میشه به صورت خیلی تصاعدی داره میره بالا این امکان که تو بتونی یک بیزنس و یا یک کسب و کار حرفه ای رو از خونه مدیریت کنی جولری جولری جواهرات بچه جولری اسمی هستش که غیر قابل شمارشه یعنی اس جمع یا حالت جمع دیگه ای نداره این رو حواستون باشه A jewelry box A jewelry box جعبه جواهرات جعبه جواهرات بچه ها داخل پرانتز ببینین چجوری نوشتم Jewelry Jewelry اگه اینجوری نوشته بشه سپلینگش متفاوته اونی که داخل پرانتز نوشته شده تو لحجه بریتانیایی کاربرد داره جمله دوم میگه که a piece of gold jewelry یا میتونیم بگیم a piece of silver jewelry یعنی یک تکه جواهر در واقع طلا یا یک تکه جواهر سیلور نقره جمله سوم میگه که they stole jewelry valued at 50000 pounds they stole بچا stole فعلی هستش به معنی دزدیدن در واقع اینجا حالت گذشتش رو آوردیم steal to steal یعنی به سرقت بردن جمله میگه که اونها جواهراتی رو که ارزشش پنجاه هزار پوند بودن رو به سرقت بردند یا دزدیدند و جمله آخر که میگه jewelry shop یا میتونیم بگیم jewelry store یعنی فروشگاه جواهرات مغازه جواهرات جواهر فروشی این کلمه رو میدونم که شما هم اشتباه تلفظ میکنین به احتمال خیلی زیاد میگین iron iron مثلا داریم میگیم آیرن من ولی کاملا اشتباهه میگیم آیرن 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 من مرد آهنین مرد آهنین جمله دوم میگه که آیرن آیرن راست ایزلی آیرن راست ایزلی بچه خود کلمه راست به معنی پوسیدگی هستش اما به عنوان یک فعل هم میشه استفاده کرد پوسیدن میشه to rust to rust iron rusts easily آهن به آسونی زنگ میزنه جمله سوم میگه که liver is a particularly rich source of dietary iron liver is a particularly rich source of dietary iron میگه بچاه جگر جیگر یا همون کبد یک منبع غنی از آهن خوراکیه جمله چهارم میگه که The earth's core is a hot molten mix of iron and nickel The earth's core is a hot molten mix of iron and nickel میگه که بچه هسته زمین ترکیبی از آهن و نیکل مذاب و گرم و داغ هستش هسته زمین ترکیبی از آهن و نیکلیه که مذاب و داغه کلمه بعدی رو ممکنه ومن تلفظ کنین اشتباهه زنان و یا بانوان تو زبان انگلیسی میشه ویمن ویمن اوکی این رو دقت کنید جمله اول که میگه the 8 of march is international women's day 8 of march is international women's day هشتم ماه مارس هشتم مارس روز جهانی بانوان هستش روز جهانی زنان هستش جمله دومیه که The two women laughed and pointed at her shirt. The two women laughed and pointed at her shirt. میگه که دو تا زن دو تا زن خندیدن قهقه زدن و خندیدن و به پیراهن او اشاره کردند این کلمه رو فقط کیو تلفظ می کنیم کیو به همین راحتی به معنی صف هستش جمله اول میگه که Are you in the queue for tickets? Are you in the queue for tickets? وقتی از طرف میخوایم بپرسیم که آیا شما هم تو این صف هستین برای خرید مثلا بلیت یا حالا چیز دیگه میتونین از این استراکچر استفاده کنین Are you in the queue for something? حالا؟ اینجا گفته که آیا شما داخل این صف هستین؟ جزوی از صف هستین برای خرید بلیط؟ این از این. جمله دومیه که there was a long queue of traffic stretching down the road. There was a long queue of traffic stretching down the road. تو خیابون یک در واقع ترافیک طویلی وجود داشت طویلی که همچنان ادامه داشت ترافیک خیلی زیاد ترافیک طویل بلند طولانی اوکی این از این جمله سومیه که if you want tickets you will have to join the queue if you want tickets you'll have you'll have یا اصلیش میشه you will have to join the queue اگه بلیت میخوای باید به صف ملحق بشی یا باید بیستی تو صف چهارشنبه ونزدی ونزدی نگاه کنی بچه ها اون دی دی اول سایلنت هستش ونزدی و اون اسه هم ز ز تلفظ میشه ونزدی جمله اول میگه که دید یو سی د میتینگ از آن ونزدی دید یو سی The meeting is on Wednesday. گفتی که اون دوره همی یا جلسه میتونم بگم جلسه یا همون دوره همی چهارشنبه استش تو روز چهارشنبه استش و بچه دقت کنی که ایام هفته اسم ایام هفته رو ما با کپتالتر می نویسیم یا حروف بزرگ The restaurant is always closed on Wednesdays The restaurant is always closed on Wednesdays. رستوران همیشه چهارشنبه بسته است یا هر چهارشنبه روز تعطیلی بسته است. جمله سوم Next Wednesday is my birthday. Next Wednesday is my birthday. چهارشنبه بعدی روز تولدمه. Cupboard. Cupboard. انگار پی سایلنت هستش و تلفظ نمیشه حتی اگه بخواین تلفظش هم بکنین یکم سخته ممکنه زبانتون نچرخه کاپ بورد دیدین سخته پس میگیم کابرد کابرد قفسه معنی میده کمد معنی میده کابینت معنی میده و همینا براتون نوشتم جمله اول میگه که a kitchen cupboard a kitchen cupboard کابینت آشپزخانه کابینت آشپزخانه. جمله دوم که میگه We keep the hoover and mop in a cupboard under the stairs We keep the hoover and mop in a cupboard under the stairs میگه که بچه ما هوور بچه از این جارو های قدیمی است من عکسش این پایین براتون میذارم بهشون میگن هوور جارو های نسبتا قدیمی یا هم این جارو ها رو هم میگن هوور and mop ماپ رو هم عکسش رو براتون پایین میذارم جارو دستی میگیم یا مثلا تی اما تی پلاستیکی نه بچه همون پایین عکسش رو براتون گذاشتم به این میگیم ماپ سمت راستیه و به سمت چپیه میگیم هوور in a under the stairs میگه که ما این دوتا رو توی کابینت یا قفسه زیر پله ها زیر پله ها نگهداری میکنیم جمله سوم میگه که I heard a voice from the cupboard shouting let me out let me out صدایی رو شنیدم از داخل کمد که داشت داد میزد داشت میگفت let me out بذار بیام بیرون اجازه بده بیام بیرون بریم سر وقت این کلمه چجوری تلفظش میکنید تلفظ درست برای این کلمه society هستش society society یعنی جامعه جامعه جمله اولمون میگه که These changes strike at the heart of British American یا میتونیم بگیم Modern Society These changes strike at the heart of British American Modern Society میگه که بچه این تغییرات قلب جامعه بریتانیایی قلب جامعه امریکایی و یا آخری مادرن قلب جامعه مدرن امروزی رو بهش حمله میکنه یا بهش ضربه وارد میکنه جمله دوم که میگه We must also consider the needs of the younger of the older members of society we must also consider the needs of the younger, older members of society. میگه که ما باید همچنان نیازهای افراد جوان و افراد پیر در جامعه رو در نظر بگیریم اونها رو هم باید در نظر بگیریم اوکی؟ این از این این کلمه رو نگاه کنید بچه ها Our. our. یک صفت ملکی هستش یک صفت ملکی یعنی برای ما یا مال ما داریم my pen که میشه خودکار من our pens یعنی خودکارهای ما یا our pen خودکار ما بهشون میگن صفات ملکی و حالا دو تا تلفظ داره که تو ویدای قلترم بهتون گفتم چند بار اشاره کردم بهش یا میتونی این کلمه رو our تلفظ کنید یا are, are به همین سادگی مثل جمله اول They are our children. They are our children. یا میتونیم بگیم They are our children. ببینیم که کدوم تلفظ راحت تره براتون. میگه که اونها بچه های ما هستن. اونها بچه های ما هستن. جمله دوم که میگه This is our car. This is our car. این ماشین ماست. جمله سوم Drugs are one of the greatest threats in میگه که بچه ها داروها دو دوتا معنی داره داروها و یا مواد مخدر یک معنی مثبت یک معنی منفی اینجا معنی منفی رو کار داریم میگه که مواد مخدر یا همون داروهایی که به عنوان یک مخدر هم میتونه استفاده بشه یکی از بزرگترین تهدیدها در جامعه ما هستش و آخرین کلمه دو تا تلفظ داره یکی تو لحجه بریتانیایی یکی تو لحجه امریکایی لحجه امریکایی این رو تلفظ میکنه schedule schedule اما بریتانیایی تلفظ میکنه schedule schedule اوکی؟ این رو دقت کنید اگه تلفظ خیلی دقیق رو میخواین وارد دیکشنری که گفتم بشین کمبریج اوکی هر دو تلفظ رو میتونید اونجا پیدا کنید و بشنوید. جمله اول میگه که a production schedule a production schedule برنامه تولید برنامه تولید. دومی میگه که everything went according to schedule everything went according to schedule همه چیز طبق برنامه پیش رفت. The class schedule is available on the website. The class schedule is available on the website. میگه که برنامه کلاس، برنامه هفته کلاس تو وبسایت موجوده، تو سایت موجوده. این بود از درس امروز امیدوارم که ازش لذت برده باشید. همونطور که گفتم ساخت این ویدیوهای آموزشی از من زمان میبره و تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که این کانال رو حمایت کنین تو کانال یوتیوب من عضو بشین این ویدیو رو حتما لایک کنین لایکتون خیلی کمک میکنه و برام کامنت بذارین اگه دوست دارین کمک بیشتری انجام بدین میتونین این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارین تو ویدیوهای بعدی مینمتون و حتما حتما برام بنویسین که چه نوع ویدیوهایی رو میپسندین